بحث این جلسه در مورد کالر گریدینگ هست یعنی در واقع رنگامیزی که ما برای تصاویرمون در نظر میگیریم این مبحث در واقع دو تا پارت داره پارت اولش کالر کارکشن هست یعنی اصلاح نور و رنگی که هر تصویری از دوربین به ما میده دو تا اتفاق میفته یکی این که ما بنا به تعریفی که از پلان داشتیم در واقع نمایی که از لحظه ضبط دوربین تا لحظه قطع دوربین رو شامل میشه بنابراین وقتی که ما داریم از دو نفر فیلم برداری میکنیم حالا با یک دوربین یا چند دوربین بالاخره ما چند تا پلان مستقل از همدیگه داریم که ممکنه شرایط نوریش یا شرایط تراز رنگیشون با همدیگه متفاوت باشه حالا در مورد تراز سفیدی یا وایت بالانس جلوتر صحبت میکنیم ولی اولین مرحله ما کالر کارکشن هست یعنی که من بیام رنگ، نور، برایتنس و کنتراست این پلان ها رو با هم دیگه یکی کنم انگار که اینها توسط یک دوربین و در شرایط یک سان فیلم برداری شده بعد از این حالا نوبت به این میرسه که من با رنگم میخوام فضا سازی کنم در واقع رنگی که به تصویر میدیم باعث میشه که یک فضا و یک مودی برای تصویرمون ایجاد بشه و اصطلاحا یک لوک یا ظاهری به تصویرمون میده این لوک یا ظاهر معمولا سعی میشه که به سمت دوربین های نگاتیو و اصطلاحا به سمت فیلم بره و از اونجاست که یه سری از اون پیشفرض ها پلاگین ها و پریست هایی که هست به اسم فیلم لوک میتونید توی اینترنت دنبالش بگردید البته ما توی این دوره هم این پریست ها رو تا حدودی براتون قرار دادیم که میتونید ازشون استفاده کنید برای ورود به مبحث کالر چند تا نکته الزامیه اول از همه داینامیک رنج یک دوربین هست یعنی در واقع رنج یا محدوده پویایی تصویر ما همونطور که من الان داینامیک رنج رو سرچ کردم توی گوگل به من میگه که در واقع بین کوچکترین و بزرگترین ارزشی که از لحاظ کمی و کیفی بین سیاهی و سفیدی من در واقع داره به وجود میاد میگن داینامیک رنج یعنی تراز از سیاهی مطلق تا سفیدی مطلق رو میگیم داینامیک رنج حالا این یعنی چی؟ نگاه کنید اینها استپ دارن یعنی پله بندی دارن یعنی اینکه من بنا به چشمی که دارم نگاه میکنم طیف خاکستری رو از طیف مشکی یا طیف سفید میتونم جدا کنم باز یعنی مثلا سایه که توی این تصویر دارم میبینم مشکیش فرق میکنه با مشکی که مثلا دارم توی این قسمت از تصویرم میبینم چشم ما میتونه این رو تشخیص بده چون دامنه پویایی چشم انسان زیاده پس دوربینی که بتونه این داینامیک رنج بالا رو به من ارائه بده یعنی استپای زیادی داشته باشه طبیعتا برای من بهتر برای کالر گرید کردم و خیلی کار من رو بهتر میکنه پس مبحث اولمون شد در واقع اختلاف بین روشنترین تا تیره ترین قسمت تصویرمون که بهش میگیم داینامیک رنج مبحث بعدی که دارم لاتیتیود هست یعنی اینکه حالا من ممکنه با دوربینی که دارم کار میکنم خیلی داینامیک رنج بالایی نداشته باشه اما به من میگه که اوکی اگر مثلا من هایلایت اینجا رو برات سوزوندم جوری این دامنه ها رو برات فعال میکنم که تو بعدا توی پست پرداکشن یعنی پستولید بتونی یه مقداری از این هایلایت رو کم کنی و اون رو برسونی به ترازی که در حالت استلاحا میتون یا در حالت نور وسط تو قرار میگیره یا مثلا اگر میبینی سیاهی که در شدوی این تصویر هست این سیاهی تفکیک نشده لاتیتیود میگه من یک جایی رو برای تو باز میذارم یک دامنه ای رو برای اون استپای نوری تو باز میذارم که بعدا بتونی روی برایتنس و کنتراست اینها کار بکنی و روشون متعادل سازی ایجاد کنی حالا در کنار این داینامیک رنج و لاتیتیود که بررسی کردیم میرسیم به مرحله سوم که وایت بالانس هست توی وایت بالانس ما میریم روی سفیدی و تراز سفیدی تصویرمون برای مثال من این تصویر رو دارم وارد ورک اسپیس کالر میشم البته بذارید از این تصویر استفاده کنم اگر مثلا رنگ این لباس سفیده نباید رنگ دیگه ای ازش دیده بشه و در واقع نشتی رنگ نباید داشته باشی حالا بر مبنای اینکه رنگ لباس من سفیده رنگ مو و مثلا رنگ رژ لب سوژه من مشخص میشه اگر مثلا رنگ پیرهن من در کالر به سمت طیف آبی برده بشه حالا اون رنگ آبی مکمل میشه مثلا با صورت سوژم یا مکمل میشه با رنگ آسمونم و اون رو به رنگ دیگه ای تبدیل میکنه برای اندازه وایت بالانس ما از واحد کلوین استفاده میکنیم و این کلوین ما رو به تعریف دیگه ای میرسونه به نام تمپرچر یا دمای تصویر که هر چقدر این تمپرچر کاهش پیدا کنه یعنی کلوین ما داره کمتر میشه و مود رنگی ما رو به لوکیشن ها و صحنه های داخلی یا این دور نزدیکتر میکنه اگر بریم در لوکیشن هایی کار کنیم که مسقف نیست و خارجیه مثلا تو روز داریم کار میکنیم کلوین رو باید بیاریم بالاتر و اینها هر کدوم لحن متفاوتی برای فضا سازی که ما میخوایم ایجاد خواهند کرد خب خیلی دوست دارم سریعتر بریم سر وقت نرم افزار ولی قبلش من یه توضیح دیگه هم در مورد فرمت فیلم ها خدمتون بدم نها کنید یه سری فرمت ها ما داریم که اینها فرمت های کامپرس شده یا فشرده شدن مثل فرمت MP4 یا MOV اینا فرمت های فیلم هایی هستن که وقتی دوربین داره ضبط میکنه به صورت کامپرس شده از لحاظ رنگی و نوری اونها رو ضبط میکنه اما ما یه فرمت دیگه ای داریم به نام RAW فرمت را در واقع فرمتی هستش که تفکیک قائل میشه بین رنگ ها، کانال های رنگی و تمام دیتا های تصویری که داره ضبط میکنه و این دست ما رو خیلی باز میذاره در کار کردن و کالر گرید کردن در کنار این ما یک فرمت دیگری در یک سری از دوربین ها مثل سونی داریم که البته این فرمت داره از دوربین های سری رد میاد به نام لایک like. اینها باز یه سری قواعد لگاریتمیک دارن در مورد همین داینامیک رنج ها و چنل های رنگی که ما داریم خیلی وارد این مباحث نمیشم خیلی پیچیده است و مرتبط با خود نرم افزار هم نیست ولی توصیه میکنم فرمت را رو بریم در موردش تحقیق کنیم و ببینیم چه قابلیت هایی توی تصویر و چه قابلیت هایی توی عکس به ما میده یه نکته ای وجود داره اینه که من یه فرمتی دارم به نام سینما دی که فیلم من رو به صورت پوشه ای در میاره که داخلش پر از عکسه و با هیچ پلیری پخش نمیشه من الان این فرمت رو روی سیستم هم ندارم ولی برای وارد کردنش به نرم افزار از پنل پراجکت این امکان برام وجود نداره برای وارد کردنش باید به مدیا براوزر برم به محل ذخیره فایلم برم خب الان که این فرمت رو ندارم ولی مثلا یه فایل دیگه به جاش وارد میکنم اینجا روی فایلم کلیک میکنم و البته یه خورده این پنجره رو بزرگ میکنم فعلا مثلا این فایل سینما و دی ان جی روش کلیک راست میکنم و گزینه ایمپورت رو میزنم الان میبینید که به پنل پراجکت هم اضافه شد حالا یه خورده دوباره پنل پراجکت رو کوچیک میکنم به این صورت این روشی که باش میتونیم فرمت هایی که به صورت عادی داخل نرم افزارمون ایمپورت نمیشن رو از طریق مدیا بروزر وارد نرم افزار کنیم خب قبلا هم بهتون گفتم برای اصلاح رنگ وارد ورک کالر میشیم چون اینجا کالر گرید کردن برامون راحت تره البته میتونیم شخصی سازی هم بکنیم برای خودمون به هر نسبتی که میخوایم پنل ها رو جابجا کنیم مهمترین پنلی که تو میزه کار کالرمون داریم به نظرم پنل لومتری کالر هست اگر به هر دلیلی این پنجره رو نداشتید وارد سرورگ ویندو بشید و لومتری کالر رو از اینجا فعال کنید در کنار لومتری کالر من دوباره میتونم وارد سرورگ ویندو بشم و لومتری اسکوپ رو اینجا فعال کنم به خورده این پنل رو بازتر میکنم در کنار این پنل من میتونم کلیک راستم بکنم و گزینه پرید رو فعال کنم همچنین در کنار این من میتونم دوباره کلیک راست کنم و گزینه وکتورسکوپ HLS رو فعال کنم و در کنار اینها دوباره کلیک راست میکنم و هیستوگرام هم میتونم فعال کنم هر کدوم از اینها داره یه دیتایی به من میده در مورد اینکه در حال حاضر رنگ و نور من به چه نحویه و چه باید بکنم که بتونم اول وایت بالانس رو درست کنم و بعد اونها رو تغییر بدم فرض کنید که فعلا من میخوام با پریت کار کنم یعنی این نمودار بقیه رو غیر فعال میکنم همونطور که اینجا میبینید من یه سری گین دارم توی تصویرم برای RGB که از صفت تا صده اینجا هم یه صرف دارم که سیاهی منه و اینجا 255 هم سفیدی من هست یعنی داینامیک رنج منه هر چقدر که من بیام توی لومتری کالر مثلا قسمت کالر ویل و میتونم رو به سمت رنگ های آبی ببرم توی پنل پرید میبینید که رنگ آبیم داره به سمت بالا میره حالا من اینجا کنترل زد رو میزنم بیسی کارکشنم رو وسط قرار میدم دوباره به این نمودار بر میگردم میبینید که وقتی رنگم رو مثلا به سمت آبی میبرم این دوتا رنگ دیگه کاهش پیدا میکنه یعنی کم میشه ولی رنگ آبی افزایش پیدا میکنه و به سمت بالا میره وقتی رنگ های دیگه توی این نمودار به سمت پای میان به سمت سیاهی پیش میرن چون گفتیم که عدد صفر سیاهی مطلقه طبیعت این رنگی نیست که من بخوام بهش احتیاج داشته باشم پس من کنترل زد رو میزنم خب بریم سر وقتی یه تصویر دیگه که یه خورده رنگی تر باشه مثل این میرم سر وقت بیسیک کارکشن که از همین ابتدا کارمون رو شروع کنیم و جلو ببریمش ما در مورد وایت بالانس صحبت کردیم الان من اگر این سمپلر رو انتخاب بکنم و حالا یه خورده زوم بکنم توی تصویرم اگر سمپلر رو انتخاب بکنم و بگم تراز سفیدی من توی تصویر این قسمت هست میبینید که رنگ تصویرم تغییر کرد الان اگر به پنجره یا افکت کنترل برم میبینید که یک افکت به نام لومتری کالر برام ایجاد کرده اگر این افکت رو از این قسمت غیر فعال کنم میبینید که قبلش تصویر من رنگش سردتر بوده ولی بعد از اینکه تراز سفیدی تصویرم رو مشخص کردم که مثلا این قسمت چشم باشه میبینید که رنگ تصویرم تا حدودی تغییر کرد میزان تمپرچر یه خورده افزایش پیدا کرد و تیم تم یه خورده کاهش پیدا کرد من تو پنجره لومتری کالر هم از این قسمت میتونم قبل و بعد اصلاح رنگم رو ببینم ملاک ما برای انتخاب کردن تراز سفیدی توی تصویرمون انتخاب کردن سفیدترین رنگ توی تصویره که هم میتونم از این دکمه ها استفاده کنم و هم از سفیدی چشم به صورت دستی هم میتونم تمپرچر رو تغییر بدم یه خورده مثلا گرمترش کنم گزینه تینت هم نوع رنگبندی من رو عوض میکنه برای مثال به این سمت میتونم ببرم یا به سمت رنگ سبز همین حدودا مثلا منفی دوازه براش اوکیه به پنجره لومتری اسکوپ برمیگردم همونطور که میبینید تغییر این مقادیر اسکوپ من رو تحت شعا قرار میده بعد از اون وارد قسمت تند میشم اکسپوژر میزان نوردهی تصویر من هست و هر چقدر من این رو به سمت بالا ببرم طبیعتا نور و رنگ های من رو تحت تاثیر قرار میده وقتی این رو در بالاترین حد خودش بذارم به این اکسپوژر میرسیم قاعدتا این اکسپوژر دلخواه ما نیست و کار ما رو خراب میکنه خب من این رو دوباره تغییر میدم یه خورده افزایشش بیدم مثلا روی نیم میذارم گزینه بعدی گزینه کنتراست یعنی تضاد بین سیاهی و سفیدی که ما داریمه که هرچقدر من این رو بیشتر به سمت منفی ها ببرم تصویر من بور میشه و هر چقدر اون رو بیشتر به سمت مثبت ها ببرم اتفاقی که میفته اینه که بافت تصویر رو ازم میگیره و یه مقدار این کنتراست باعث میشه که همه تکسچر یا بافت اجزای من به همدیگه نزدیک بشن یعنی اینکه من دیگه نمیتونم تفکیکی بین رنگ ها و نور هایی که دارم قائل بشم پس در واقع هر چیزی حدی داره برای خودش گزینه بعدی که دارم هایلایتام هست که قسمت های روشن تصویرم رو میتونم روش تاثیر بذارم اگر به سمت مثبت ها ببرم هایلایت ها رو افزایش میده و اگر به سمت منفی ها ببرم اون قسمت های روشن تصویرم رو کاهش میده شدو یا سایه ها میگه به همین ترتیب جاهایی که شدو داره رو روشن ترش کن با بردن به سمت مثبت ها یا که نه با بردن به سمت منفی ها از قبل تاریک ترش کن خب میبینید می توی حالت عادی شدو خیلی روشنه پس اون رو تا حدودی به سمت منفی میبرمش که شدو هام رو تاریک تر کنه همینطور روی وایت و بلک هم به همین صورت یعنی اگر تصویرمون رو بلک هم وایت مثلا فرض کنیم میگیم که قسمت های وایت تصویرمون رو به این صورت بیشتر کن یا بردن به سمت منفی کمتر کن قسمت های بلک تصویرمون هم به این صورت افزایش بده یا کاهش بده نکته که وجود داره این دوتا گزینه یعنی وایت و بلک صرفا روی هایلایت یا شدوهام هام تاثیر نمیذارن بلکه روی کل تصویرم تاثیر میذارن الان مثلا اگر بلکم رو روی این میزان قرار بدم دیگه بافتی از این قسمت های تصویر من باقی نمیمونه و قاعدتا نباید به این صورت باشه من کنترل زد رو میزنم چون ما هزینه کردیم دوربین ای استفاده کردیم که تصاویرمون نزدیک به حالت چشم انسان ضبط بشه گزینه بعدی که دارم گزینه سچوریشن هست که با افزایشش میتونم اشباه رنگی تصویرم رو افزایش بدم همچنین با بردن اون به سمت منفی ها میتونم اشباه رنگی رو از تصویرم بگیرم با گزینه ریست میتونم همه تغییراتی که تو بخش تون دادم رو به حالت اولیه برگردونم و اگر گزینه آتو رو بذارم خود نرم افزار میاد با توجه به تصویرم مقادیری که نیاز هست رو اعمال میکنه میبین خیلی تغییر خاصی هم ایجاد نکرد یه مقدار شده هام رو کاهش داد و یه مقدار بلکم رو ولی بهتون پیشنهاد نمی کنم از این گزینه استفاده کنید اگر تنظیمات رو به صورت دستی انجام بدید قطعا نتیجه کارتون بهتر میشه خب من اینجا یه خورده کنتراست رو زیاد میکنم شدو رو یه خورده کم میکنم وایت رو یه خورده زیاد میکنم و بلک رو به این صورت کم میکنم بعد از قسمت بیسیک کارکشن میرسیم به کریتیو اول از همه من اینجا یک لوکی دارم که تو قسمت بیسیک کارکشن هم داشتیم الیوتی مخفف لوکاپ تیبل هست در واقع یک پریست رنگی و لومتری کالری هستش که میتونیم از اینجا انتخابش کنیم مثلا فرض کنید من این گزینه فوجی رو انتخاب میکنم اون وقت این تصویر رو بهم میده و من توی این نمودار میتونم ببینم که کدوم رنگم بیشتر هستش اگر موس رو اینجا قرار بدم با اسکرول میتونم بقیه گزینه ها تست کنم به این صورت این قسمت رو فعلا روی نان میذارم با قسمت بروز هم میتونیم الیوتی هایی که دانلود کردیم یا از هر جای دیگه وارد سیستم عامل کردیم رو داخل نرم افزار کنیم و ازش استفاده کنیم من الیوتی هایی برای استفاده شما عزیزان توی دوره قرار دادم که میتونید ازش استفاده کنید و الیوتی های حرفه‌ای هستش فعلا اینجا کنسل رو میزنم میریم سر وقت گزینه‌های کریتیو مثلا من یک لوک یا ظاهری رو انتخاب میکنم برای بافت تصویرم مثل سین چیزی که توی این نمودار داره بهم به نشون میده اینه که همه رنگ های من رو ورده پایین به سمت صفر اگر کنترل زد بزنم تفاوتش رو مشاهده میکنید دوباره به سین برمیگردم حالا من توی قسمت اینتنسیتی میتونم قلزت این رو کم و زیاد کنم به این صورت مثلا اینجا در اصل دارم میگم که من مقداری از این لوک رو میخوام یا اینکه حالا ادجاستمنتش رو تغییر بدم با این گزینه فیدت فیلم میتونم سیاهیش رو بیارم بالا همونطور که توی نمودار میبینید و طبیعتا این بوری که میتونه توی تصویرمون به وجود بیاد بعد از اون گزینه شارپن رو دارم که یه جورایی قسمت هایی از تصویر من رو تیز میکنه الان میبینید تا انتها میارمش پایین تصویرم رو بلار یا تار میکنه وقتی میبرمش بالا میبینید که به این صورت پیکسل های من رو در واقع شارپ میکنه که این رو هم خیلی تغییری نمیدم با گزینه بعدی اگر اون رو پایین بکشم میتونم رنگ ها رو از بین ببرم یا میزانشون رو به این صورت افزایش بدم البته تغییر بیش از حدش تصویر من رو خراب میکنه گزینه بعدی که توی بیسیک کارکشن هم داشتم سچوریشن هست که میتونم باهاش رنگ رو از تصویرم بگیرم به این صورت یا میزان رنگ ها رو به این صورت افزایش بدیم که باز ما همچین چیزی نمیخوایم پس این رو هم حدودا 100 قرار میدم با این دوتا گزینه میتونم روی شدوها و هایلایت های تینت هم تاثیر بذارم یعنی اینکه میتونم با موسم اینجا کلیک کنم و به سمت رنگ مورد نظرم ببرم مثلا اینجا میبینید الان شدو یا سایه های تصویرم به رنگ بنفش در من. من کنترل زد رو میزنم حالا همین کار رو روی هایلایت ها انجام میدم به سمت رنگ بنفش میبرمشون میبینید که این سری روی هایلایت هم یا قسمت های روشن تصویرم تاثیر میذاره حالا مثلا شدو ها به سمت رنگ سبز میبرم البته من به صورت اقراق شده این کار رو انجام میدم که شما توی تصویر کامل ببینید تو قسمت تینت بالانس همونطور که توی بیسیک کاریکشن هم داشتیم به صورت دستی این گزینه رو میتونیم تغییر بدیم مرحله بعدیمون کرف هست ولی برای اینکه تغییرات رو توی هر مرحله ببینید من کنترل زد رو میزنم که به حالت اولیه برگرده به این صورت به پنجره کرف میریم من توی کرف یه سری نمودار دارم اولین نمودارم RGB کرف هستش که باش میتونم روی هایلایت ها میتون ها و روی شدوهام ها تغییرات ایجاد کنم این نمودار به این صورت هستش که این قسمت روی هایلایت های من تأثیر میذاره این قسمت روی میتون های من و این قسمت روی شادوهای من تاثیر میذاره الان مثلا من اگر روی این قسمت از خط کلیک بکنم و اون رو به سمت بالا بیارم میبینید که هایلایت های من رو بیشتر میکنه حالا اگر اون رو به سمت پایین بیارم هایلایت هام رو کمتر میکنه حالا کنترل زد رو میزنم حالا اگر یک نقطه اینجا نمودار ایجاد کنم و اون رو به سمت بالا ببرم میبینید که شدوها یا سایه های من رو روشنتر میکنه و اگر اون رو به سمت پایین بیارم شادو هام رو تیره تر میکنه کنترل Z رو میزنم اگر روی این قسمت از نمودار نقطه ایجاد کنم و به سمت بالا یا پایین ببرم روی رنگ ها و نورهای های میانه من تاثیر میذاره باز هم کنترل رو میزنم پس ما الان کار با نمودار ها رو به صورت کلی یاد گرفتیم از این خط به بالا یعنی اگر یک مثلث فرضش کنیم برای روشن کردن تصویرمونه و از این خط به پایین برای تاریک کردن تصویرمون استفاده میکنیم قسمت بالای خط هایلایت قسمت میانی میتون و قسمت پایینی شدوی ما هستش من یه خورده با این نمودار میخوام کار کنم مثلا میگم که شدو هام رو یه خورده بیار پایین میتون ها من بیار پایین به این صورت و شدو هام رو هم به این صورت تا این حد بیار پایین اینجا با تیک بغل کرد میتونم قبل و بعد تغییراتم رو ببینم که برای همه مراحل داریم این گزینه رو برای هر نمودار به صورت تکی هم داریم یعنی اگر من این رو تغییر بدم میتونم با برداشتن تیکش قبل و بعدش رو ببینم میرم سر وقت نمودار رد یعنی الان داشتم روی تراز سفیدی تصویرم کار میکردم که تجمیع کانال رد، گرین و بلو هست حالا میخوام برم تک تک نمودار اینا رو تغییر بدم هایلایت ردم رو اگر بخوام تغییر بدم باید این قسمت از خطم رو به سمت بالا ببرم حالا میگم که قرمز رو از سایه های من بگیر پس این قسمت از خط رو به این صورت میکشم پایین پس من الان کار با این نمودارها رو یاد گرفتم و میدونم با تغییر دادن هر قسمت از این نمودارها دقیقا دارم چه تغییری رو روی تصویرم رقم میزنم این از قسمت گیرین هم توی قسمت بلو هم میتونم تغییرات خودم رو اعمال کنم حالا اگر تیکه این نمودار رو خاموش کنم متوجه تغییراتی که دادیم میشی. تصویر قبلم و بعد از اعمال تغییرات من این نمودار رو فعلا غیر فعال میکنم میریم سر وقت نمودار بعدیمون توی این نمودارها به هم میگه که دقیقا چی و با چی میخوای تغییر بدی <applause> مثلا اگر بخوام توی تصویرم هیو و سچوریشن رنگ سبز رو تغییر بدم میتونم این سمپلر رو انتخاب بکنم یه قسمتی از این رنگ سبز رو به این صورت سلکت بکنم میبینید توی این نمودار ستا نقطه برام ایجاد شد همونطور که از اسمش پیداست این نمودار به ما این امکان رو میده که رنگ خاصی رو مورد هدف قرار بدیم و میزان اشباع رنگیش رو کاهش یا افزایش بدیم الان اگر من این نقطه وسط رو به سمت بالا ببرم میبینید اون رنگی که توی تصویر انتخاب کرده بودم و همراه رنگ‌های مشابهش توی تصویر تغییر کردن و اشباع رنگیشون بیشتر شد با پایین آوردن این نقطه به این صورت هم اشباه رنگی رو از اون قسمت هایی که انتخاب کرده بودیم میگیریم حالا من این نقطه رو دوباره در بالاترین حد خودش قرار میدم توی تصویر میبینید فقط قسمت هایی از این رنگ سبز تغییر کرد برای تغییر بقیه قسمت های سبز در تصویرم باید دامنه رنگ سبزم رو تا حدودی افزایش بدم به این صورت که این نقطه ها رو میگیرم میکشم تا محدوده رنگ سبزم افزایش پیدا کنم حالا میبینید که این نمودار رنگ سبز بیشتری رو پوشش میده یعنی این قسمت ها رو هم الان تغییر میده ما خودمون هم بدون استفاده از سمپلر میتونیم روی نمودار نقطه ایجاد کنیم به این صورت و اونها رو مثلا به این صورت تغییر بدیم ولی با سمپلر یا قطره چکون توی تصویرمون دقیقا مشخص میکنیم که کجا رو میخوایم تغییر بدیم خب این نمودار هم غیر فعال میکنم به نمودار بعدیمون میریم که نمودار هیو ورسز هیو هست این نمودار این امکان رو به ما میده که یک رنگ رو به رنگ دیگه ای تغییر بدیم برای مثال من یک فوتج رو وارد نرم افزار میکنم مثلا فرض کنید رنگ این ماشین رو از قرمز میخوایم به رنگ دیگه ای تغییر بدیم میایم توی نمودار هیو ورسس هیو سمپلر رو انتخاب میکنیم یه قسمت از این رنگ قرمز ماشین رو سلکت میکنیم باش و حالا با تغییر نقطه وسط میتونیم رنگ ماشین رو تغییر بدیم مثلا بنفشش کنیم آبیش کنیم و رنگ دیگه برای توضیح یک نقطه من کنترل زد رو میزنم ببینید نقطه وسط این منحنی این نقطه میشه این نقطه نمیشه به دلیل اینکه ما با سمپلر این رنگ قرمز رو انتخاب کردیم و دامنه رنگی قرمز به این صورت نمیشه که همه رنگ رو در بر بگیره بلکه شکل نمودار به این صورتی که انتها و ابتداش قرمزه پس این نقطه وسطی ما این نقطه میشه و حالا با تغییرش ما میتونیم رنگ سوژه مورد نظرمون رو به هر رنگی که میخوایم تغییر بدیم اگر دقت کنید با تغییر رنگ ماشین رنگ چراغ ماشین که اینجا منعکس شده هم تغییر میکنه برای اینکه این اتفاق نیفته ما میتونیم توی پنجره افکت کنترل تو افکت لومتریکالری که اینجا الان داریم باش کار میکنیم ایجاد شده اینجا ابزار مسکش رو انتخاب بکنیم دور سوجمون به این صورت یک مسک ایجاد بکنیم و مشخص کنیم که رنگ این قسمت یا این سوژمون تغییر کنه نه جاهای دیگه خب من این ماسک رو دیلیت میکنم به پنل لومتری اسکوپ برمیگردم و این نمودار رو هم خاموش میکنم نمودار بعدی که داریم نمودار هیو ورسز لوما هست این نمودار باعث تغییر روشنایی مناطق با رنگ های خاص میشه برای مثال من یک تصویر دیگر رو وارد نرم افزار میکنم با سمپلر این نمودار میتونم رنگ پوست سوژم رو انتخاب بکنم و میتونم به کمک این منحنی درخشندگی پوست سوژم رو به خورده بیشتر کنم یا کمتر کنم خب این هم یکی از کارهایی که با این نمودار میشه انجام داد این نمودارم غیر فعال میکنم به نمودار بعدی میرم که نمودار لوما و سچوریشن هست این نمودار به ما این امکان رو میده که میزان اشباع رنگمون رو بر اساس میزان روشنایی و درخشندگی یک نقطه خاص توی تصویرمون تنظیم کنیم تا الان خیلی این نمودار به کار من نیومده ولی سمپله رو میتونم انتخاب بکنم مثلا رنگ لباس رو انتخاب میکنم و این منحنی رو به این صورت میتونم تغییر بدم اگر به سمت بالا ببرم میبینید که رنگ لباس رو به این صورت در میاره اگر به سمت پایین هم ببرم به این صورته دامنه هم که با هم یاد گرفتیم به این صورت میتونیم افزایش بدیم شاید همین نموداری که میگم طالب درد من نخورده خیلی به درد شما بخوره و توی کاراتون خیلی پر استفاده باشه پس همه اینها رو تمرین کنید این نمودار رو هم غیر فعال میکنیم نمودار آخرمون saturation versus saturation هست این نمودار اشباه رنگ رو بر اساس اشباه رنگی که توی تصویرمون موجوده دستکاری میکنه. شاید درک مفید بودن این نمودار یه خورده دشوار باشه. ولی این نمودار این امکان رو بهمون میده اون قسمت هایی از تصویر که اشباه رنگی زیادی دارن رو بتونیم تغییر بدیم. مثلا این قسمت رو در نظر بگیرید که اشباه رنگی خوبی نداره. حالا با سمپلر این نمودار میتونیم این قسمت رو مشخص کنیم. و با تغییر این منحنی و افزایش دامنه اون به این صورت مثلا میتونیم اشباه رنگی رو تا حدودی اصلاح کنیم خب این هم از همه نمودارهایی که توی قسمت کرف داشتیم قسمت بعدی که توی پنل لومتری کالرمون داریم قسمت کالر بیلزن مچ هست که با هم دیگه بررسی میکنیم من توی این قسمت میتون رو دارم که در واقع رنگ ها و نورهای پایه و مبنای من هست که ابریج یا میانگین منه و اصطلاحا اکسپوز درست من هست شدو جاهای تیره و هایلایت جاهای روشن تصویرمه این نمودار مشکی کنار اینها در واقع داره نورش رو به من نشون میده مثلا شدو رو اگر به این صورت ببرم بالا قسمت های تیره تصویرم تبدیل به بوری میشن و اگر بیارمشون پایین به این صورت دارم ایجاد کنتراست میکنم حالا با بقیه نمودارها هم میتونم این کار رو انجام بدم مثلا میتون ها رو یه خورده به سمت رنگ سبز ببرم با این نمودار میتونم یه خورده نورش رو زیاد کنم هایلایت هم رو مثلا به سمت رنگ آبی ببرم و شدوهام هم رو به سمت رنگ سبز نور هایلایت هم, هم به این صورت مثلا افزایش بدم قبل و بعدش رو با هم دیگه ببینیم تو قسمت کالر مچ گزینه‌ای داریم به نام کامپرسن ویو که برای مقایسه دو تا پلان استفاده میشه روش کلیک میکنم با این سه گزینه نحوه نمایشش توی پروگرام مانیتور رو میتونیم مشخص کنیم مثلا ورتیکال اسپلیت باشه یا هوریزونتال اسپلیت من فعلا میزنم رو همین حالت اول باشه که ویدیو ها هم رو به صورت کامل بتونم ببینم با این گزینه هم میتونم به کات های بعدیم برم یا پلان های بعدیم من اینجا وقتی گزینه کامپرسن ویو رو میزنم یه گزینه دیگه برام فعال میشه به نام اپلای مچ این اپلای مچ میاد تصویر رفرنس یا منبع من رو پردازش میکنه و سعی میکنه تصویر دوم من رو از لحاظ رنگی و نوری تا جای ممکن شبیه تصویر اولم کنه با هم دیگه امتحان میکنیم میبینید هر تا نمودار رو تغییر داد و نورهای هر کدوم رو هم عوض کرد که تا جای ممکن شبیه تصویر اولمون بشه این تکنیک حالا کجا به کار میاد بعضی وقتا ما داریم یه تصویری و فیلم برداری میکنیم با سه تا دوربین مختلف که امکان داره مدل هاشون و تنظیماتشون با همدیگه متفاوت باشه مثلا یکیشون پاناسونیک باشه یکیشون کنان باشه و اون یکی سونی برای اینکه اونها رو بتونیم از لحاظ رنگ و نور شبیه به هم بکنیم هم میتونیم از این گزینه اپلای مچ استفاده کنیم و هم به صورت چشمی میتونیم این کار انجام بدیم ولی قطعا استفاده از این دوتا در کنار هم نتیجه کارمون رو بهتر میکنه مرحله بعدی که دارم HSL سکندری هست خب قبل از اینکه این, این مبحث رو شروع کنیم من به کالر ویل برمیگردم و کامپرسین ویو رو غیر فعال میکنم به HSL اس ال سکندری برمیگردم H مخفف هیو هست اس و L لوما با این گزینه میتونیم روی قسمت هایی از تصویرمون که همرنگ رنگ هستن تاثیر بذاریم مثلا فرض کنید این پرده سبزی که من دارم یه پرده سبز داغونه البته خیلی داغون نیست ولی اینجوری فرض کنید همونطور که توی تصویر میبینید اینجا یه خورده چروکه اینجا یه خورده روشنه و اینجا چون سایه سوژم افتاده یه خورده تیره تره من میام با سمپلر یه قسمت از این رنگ سبز رو انتخاب میکنم یک دامنه ای رو توی هیو سچوریشن و دوما به من میده با فعال کردن گزینه کالر گری ماسک رو نگه میدارم تا متوجه داستان بشیم حالا برای اینکه بتونم موقع حذف پرده سبزم با افکت مثلا اولتراکی حذف تمیزتری داشته باشم میتونم بیام این دامنه ها رو یه خورده افزایش بدم به این صورت یا یه خورده به این صورت جابجاشون کنم میبینید با افزایش این دامنه ها و جابجا کردنشون میتونم قسمت های بیشتر از اون رنگ رو سلکت کنم مثلا به این صورت فقط توی رنگی که دارم انتخاب میکنم این قسمت های بوری یا برفکی که وجود داره هر چقدر کمتر باشه بهتره توی قسمت سفید هم, هم, هر چقدر قسمت های تیره مثل اینجا ها وجود داشته باشه بهتره مثلا تا این حد با تغییر این دامنه ها تا جایی که میتونیم سعی میکنیم این قسمت های برفک و بوری توی تصویرمون نباشه که اگر مثلا خواستیم پرده سبزمون رو حذف کنیم به تمیزی این کار انجام بشه و اگر خواستیم مثلا رنگ این قسمتی که الان انتخاب کردیم رو تغییر بدیم به بهترین شکل ممکن این اتفاق بیفته من برای اینکه بهتر متوجه بشیم این گزینه رو روی کالر گری گذاشتم های دیگه هم داریم مثل کالر بلک یا وایت بلک که به این صورت میشه ولی معمولا از این گزینه استفاده میکنیم چون فرقش مشخص تره حتی میتونیم این گزینه رو برداریم و به صورت لحظه ای کار کنیم مثلا من اگر این دامنه رو تغییر بدم تا موقعی که کلیک موسم رو رها نکردم به این صورت نشون میده وقتی که رهاش میکنم دوباره تصویر اصلیم رو به هم نشون میده خب من این گزینه رو دوباره فعال میکنم با گزینه دینویز من میتونم تا حدودی اینها رو برطرف کنم فرقش رو توی تصویر میبینید با گزینه بلار هم میتونم یه خورده لبه های کارم رو مفتر کنم ولی خیلی از این استفاده نمیکنیم. چون کارمون رو مصنوعی میکنه دینویزم خیلی تغییر نمیدم مثلا پنجاه درصد حالا میایم تو قسمت کارکشن که بتونیم رنگمون رو تغییر بدیم این تغییر رنگ فقط روی قسمت که مسک ایجاد کردیم یعنی این قسمت سبز خب من از این حالت خارج میشم رنگ هایی که میتونیم انتخاب بکنیم رو با هم دیگه میبینیم حالا من این رو روی رنگ سبز قرار میدم میبینید که الان رنگ سبزمون چقدر تمیزتر از حالت اولشه حالت اولش رو اگر بخوایم با هم ببینیم میبینید که پرده سبزم الان خیلی تمیزتره و راحتتر میشه حذفش کرد اینجا با انتخاب این گزینه میتونم به صورت جداگونه میتونم روی میتون شدو و هایلایت مسکم تغییر ایجاد کنم و با این گزینه میتونم تمپرچر تینت کنتراست شارپن و سچوریشن مسکم رو تغییر بدم پس اتفاقی که میفته من اینجا با هیو سچوریشن و لوما میتونم روی تصویرم مسک ایجاد کنم و فقط روی قسمت مورد نظرم کار کنم برای مثال این قابلیت یه جای دیگه هم استفاده داره مثلا ما یک تصویری داریم که موقع فیلم برداری صورت سوژمون خوب گیریم نشده یا اصلا کلا گیریم نشده با کمک HSL سکندری میتونیم یک ماسک روی صورت سوجمون ایجاد کنیم در نهایت صورت سوجمون رو با استفاده از این قابلیت میتونیم اصلاح کنیم همینطور ما اینجا روی کانال های رنگی مختلف هم میتونیم کار بکنیم مثلا فقط روی قرمز، سبز، بنفش و غیره خب کنترل زد رو میزنم گزینه آخری که توی لومتری کالر داریم گزینه وینتیج هست یه تصویر دیگر رو وارد نرم افسار میکنم مثلا این تصویر با گزینه امانت میتونم دور تصویرم یه رنگ مشکی یا سفید ایجاد کنم به این صورت یا به این صورت مثلا میبرم به سمت رنگ مشکی با گزینه های بعدی میتونم میزان فدرش رو تغییر بدم مثلا کمتر یا بیشتر کنم یه خورده بیشترش میکنم که بقیه گزینه ها رو بهتر متوجه بشیم با گزینه راندس میتونم گردیش رو تغییر بدم مثلا به این صورت باشه یا گردیش بیشتر بشه با گزینه فدر هم میتونم میزان محف شدگیش رو تغییر بدم قبل و بعدش هم با هم دیگه ببینیم این بود بحث پنل لومتری کالر ما تو بخش بعدی میریم سراغ افکت هایی که مرتبط با کالر کارکشن ما هستند. ما با پنل لومتری کالر به طور کامل آشنا شدیم و بررسیش کردیم حالا میخوایم بریم سر وقت افکت هایی که مرتبط با کالر کاریکشن هستن من وارد میز کار افکت ها میشم تو پنل افکت ها, ها یه سری افکت هست که مربوط به رنگ های من میشه مثلا اینجا من وارد ویدیو افکت میشم و پوشه کالر کاریکشن رو باز میکنم ما یاد گرفتیم که اگر تغییری توی پنجره لومتری کالر روی تصویرمون بدیم تو پنجره افکت کنترلمون یه افکتی به نام لومتری کالر ساخته میشه خب من این رو دیلیت میکنم اینجا حالا میریم سر وقت افکت هامون افکت اولم ASC CDL هست اون رو روی تصویرم میکشم و داخل پنجره افکت کنترل میتونم مقادیرش رو تغییر بدم مثلا این افکت روی کانال های رنگی RGB من تاثیر میذاره مثلا به این صورت میریم سر وقت افکت بعدی همونطور که از اسم این افکت پیداست روی کنتراست و برایتنس من تاثیر میذاره تو تنظیماتش میتونم برایتنس رو افزایش یا کاهش بدم کنتراست هم به همین صورت قبل و بعد افکت رو با هم میتونیم ببینیم به این صورت دیلیت میکنیم این افکت و افکت بعدیمون چنج کالر هست کنترل Z رو میزنم بذارید روی یک تصویر دیگه این رو اعمال کنیم مثلا این تصویر توی پنجره افکت کنترلش میبینید که لومتری کالر داره این رو هم دیلیت میکنیم افکت چنج کالر رو روش اعمال میکنیم و با افکت چنج کالر میتونیم رنگ رو عوض کنیم مثلا سامپلر چنج تو کالر رو میتونیم انتخاب بکنیم و بگیم رنگ این لباس رو تغییر بده به یه رنگ دیگه مثلا به این صورت میتونیم تغییر بدیم مچ کالرش رو هم میتونیم روی هیو بذاریم یا روی کروما روشنایی تصویرمون رو با این گزینه میتونیم کم و زیاد کنیم با گزینه سچوریشن هم میتونیم اشباع رنگی رو بیشتر کنیم یا رنگ رو از تصویرمون بگیریم این افکت هم پاک میکنم افکت بعدی که داریم چنج تو کالر هست روی تصویرم میکشم با افکت چنج تو کالر میتونیم رنگی رو به رنگ دیگه تغییر بدیم با این گزینه میتونم مشخص کنم که رنگ کدوم آبجکت هم میخوام عوض شه مثلا این لباس میگم رنگ این لباس تغییر کنه به این گزینه دوم رنگیه که میخوایم در نهایت بهش تبدیل بشه یا میتونم قطر چکون رو انتخاب بکنم از داخل نرم یا تصویر رنگی رو انتخاب بکنم یا میتونم روی پالت رنگیش کلیک بکنم و بگم اون رو مثلا به آبی تغییر بده برای اینکه این اتفاق توی تصویر نیفته چند تا راه داریم یکیش اینه که این گزینه رو تغییر بدیم ببینیم کدوم مناسب تر هست ولی توی این تصویر جواب نمیده اینها یا تو قسمت تلورانس میتونیم هیو رو به این صورت کم بکنیم در کل باید همه گزینه و مقادیر رو کم و زیاد کنیم تا ببینیم کدوم برای کار ما مناسب تر هست قبل و بعدش هم به این صورته اگرم با تغییر این مقادیر اتفاقی نیفتاد ما میتونیم از گزینه ماسکینگ استفاده کنیم به این صورت مثلا به این صورت و اینجا گزینه اینورت رو بزنیم خیلی کارهای زیبایی میتونیم با این افکت ها ما انجام بدیم دیلیتش میکنم میریم سر وقت افکت بعدیمون قبلش من یه تصویر دیگر وارد نرم افزار میکنم به این صورت مثلا این یکی رو وارد تایم لاین میکنم چنل میکسر رو بهش اضافه میکنم چنل میکسر کانال های رنگی من هست به طور مثال من با رد تو میتونم قسمت های قرمز تصویرم رو دی سچوره کنم یا سچوریشنش رو به این صورت بیشتر کنم با گزینه رد گیرین قسمت های سبز و قرمزم رو میتونم تغییر بدم به این صورت اینا رو فعلا حالت طبیعی خودش میذارم با رد بولو میتونم قسمت های قرمز و آبیم رو تغییر بدم مثلا گیرین بولو رو به این صورت میتونم تغییر بدم و بقیه هم به همین ترتیب میتونم تغییر بدم به این صورت این افکت هم دیلیت میکنیم افکت بعدی که داریم کالر بالانس هست روی این تصویرم میکشم بالانس رنگی تصویرمون رو با این افکت میتونیم کم و زیاد کنیم روی کانال RGB شدوهام، میتتونهام میتون ها و هایلایت های تصویرم میتونم تغییر ایجاد کنم مثلا میگم شدوی رنگ های قرمزم رو به این صورت تغییر بده ریست میکنم مثلا شدوی رنگ های سبزم رو میتون های رنگ آبیم رو به این صورت تغییر بده یا هایلایت های رنگ آبیم رو این افکت رو هم دیلیت میکنم افکت بعدیم هم کالر بالانس با این تفاوت که هیو لایتنس و ساتوریشن تصویرم رو تغییر میده توی تنظیماتش مثلا میتونم هیو رو به این صورت افزایش بدم لایتنس تصویرم رو کم و زیاد کنم اینکه صفر میشه من دارم کنترل زد میزنم و اینو حواستون باشه و در نهایت میتونم ساتوریشن تصویرم رو به این صورت کم و زیاد کنم به این صورت میریم سر وقت افکت بعدیمون یه تصویر دیگر وارد تایملاین میکنم افکت اکولایز رو روش میکشم تو تنظیماتش میتونیم مثلا رو حالت فتوشاپ استایل بذاریم یا برایتنس یا ار جی بی من اون فتوشاپ استایل رو انتخاب میکنم و اینجا میتونیم میزان تاثیرگذاریش رو به این صورت تغییر بدیم شاید توی یه سری از کارامون افکت به کار بیاد دیلیتش میکنم افکت بعدی که داریم لیف کالر هست با این افکت میتونم مشخص کنم که فقط یک رنگ خاص توی تصویرم باقی بمونه و رنگ های دیگه که توی تصویر میبینیم رو ازشون بگیره من میام سمپلر کالر تو لیو رو انتخاب میکنم رنگ این لباس رو انتخاب میکنم میگم این رنگ رو برای من نگه دار و بقیه رنگ های داخل تصویرم رو ازشون بگیر با تغییر دادن این مقادیر کالر رو افزایش میدم به این صورت مثلا روی 100 درصد میذارم توی قسمت تلورانس هم میتونم محدوده انتخاب این رنگ رو مشخص کنم مثلا همین 15 درصد خوبه با این گزینه میتونم یه خورده نرمتر کنم لبای کارم رو تو قسمت کالر هم میتونم مشخص کنم که از RGB استفاده کنه یا از هیو روی یه سری از تصاویر هیو جواب میده ولی توی این تصویرمون RGB مناسب تره به این صورت این رو هم دیلیت میکنم افکت بعدیمون لومتری کالره که دقیقا مثل همون پنجره لومتری کالر میمونه با این تفاوت که توی پنجره افکت کنترل میتونیم مقادیرش رو تغییر بدیم که قبلا کامل باش آشنا شدیم دیلیتش میکنم افکت بعدیمون تینت یه تصویر دیگر انتخاب میکنم مثلا این تینت رو روی این تصویرم میکشم افکت تینت در واقع تصویر من رو یک نقشه سیاه سفید در نظر میگیره در واقع این داینامیک رنج من هست از سیاهی مطلق تا سفیدی مطلق فرض کنید من به جای سیاهی میام رنگ مثلا بنفش رو در نظر میگیرم سفیدش رو هم یعنی این قسمت های سفید تصویرم رو انتخاب میکنم که مثلا زرد باشه نتیجه کارمون به این صورت میشه توی قسمت امان تو هم میتونیم میزان تاثیرگذاری این افکت رو کاهش یا افزایش بدیم خب این افکت رو هم دیلیت میکنیم افکت بعدیمون ویدیو لیمیتر هست که خیلی کارای خاصی نداره پوشه بعدی که مرتبط با رنگ ما هست پوشه ایمیج کنترل هست که با بلک وایتش قبلا آشنا شدیم دیلیتش میکنم کالر بالانس فقط RGB من هست رد گرین بلو که اینجا میتونم تغییرشون بدم کالر پس رو دارم که میتونه بر اساس یک رنگ خاص تصویر من رو سیاه سفید کنه مثلا توی عدد 69 این قسمت های تصویر من سیاه سفیده این قسمت ها رنگی من اگر رنگ رو تغییر بدم مثلا آبی رو اگر انتخاب بکنم میبینید بر اساس رنگ آبی من این قسمت ها رو سیاه سفید کرد به این صورت افکت بعدی که دارم کالر ریپلیس هست تو تنظیماتش میتونم تارگت کالرم رو انتخاب بکنم مثلا این رنگی باشه و اون رو ریپلیس کنه با رنگ مثلا این رنگی حالا با افزایش این مقدار میتونم میزان تأثیر گذاریش رو تغییر بدم مثلا میتونم تاگل این رو روشن بکنم بگم کرسر به اینجا که رسید اینجاها میزانت مثلا بشه چقدر مثلا بشه هفتا دو, هفت. دو سری کارهای این مدلی میتونیم روی تصاویرمون انجام بدیم این رو هم ایز این میذارم خب اینم از این افکت افکت آخری که داریم افکت گاما کارکشن هست تو این افکت ما فقط یه گزینه گاما داریم که میتونیم با اون کلیت تصویرمون رو از لحاظ هایلایت و شدو تغییر بدیم. نکته بعدی اینه که هر کدوم از این افکت ها توی پنجره افکت کنترل اولویتاش با هم دیگه فرق میکنه. یعنی اگر اینجا من یه افکتی رو مثل تینت روی تصویرم بکشم و مثلا حالا یک رنگی رو براش انتخاب بکنم اگر بیام یه افکت تینت رو بالاتر از گاما کارکشن قرار بدم میبینید که به یک تصویر دیگه ای میرسیم به دلیل اینکه این اولویت بندی ها توی تدوین ما مهمه پس مهمه که مثلا این افکت گاما توی کدوم یکی از این مراحل داره اعمال میشه گزینه بعدی که من میتونم توی کالر کارکشن و کالر گرید کردن ازش استفاده کنم پوشه ادجاست من هست من این افکت های قبلی رو دیلیت میکنم افکت کانولوشن کرنال رو روی تصویرم میکشم تو این افکت از لحاظ رنگ و نور میتونیم تصویرمون رو تغییر بدیم به این شکل دیلیتش میکنم اکسترک رو روش میکشم این افکت تصویرم رو بلک وایت میکنه و کنتراستش رو من به این صورت میتونم تغییر بدم با گزینه اینورت هم میتونم برعکسش کنم یعنی جای سیاه و سفیدم رو به این صورت تغییر بدم افکت بعدی که دارم لول هست من میتونم بلک اینپوت یا اوتپوت هم رو نسبت به اینکه در واقع چرا میخوام این کنتراست بشه یا نشه اعمال کنم مثلا نگاه کنید اگر من اینجا بلک اوتپوت هم رو افزایش بدم تصویر من بور میشه که من قاعدتا همچین چیزی رو نمیخوام از طرف دیگه من با گاما میتونم تصویرم رو روشن و تاریک کنم به این صورت اینجا مثلا گامای رنگ گیرینم رو میتونم افزایش یا کاهش بدم بقیه کانال های رنگی مثل بلو یا ردم رو هم اینجا میتونم تغییر بدم با این گزینه مثلا میتونم بلک ردم رو زیاد یا کم کنم یعنی جاهایی که توی شدو هستن رو میتونم تغییر بدم نکته دیگه که توی اصلاح رنگ وجود داره اینه که نباید بافت تصویرمون از بین بره مثلا نورها، سایه ها و میتون هامون نباید بور بشه حالا اگر این افکت رو پاک کنم میبینید که تصویر ما در ابتدا به چه شکلی بود این بحث کالر گرید کردن بود توسط پنل لومتری کالر و در کنارش استفاده از افکت هایی که مربوط به همین قسمت بود